سلام و جواب. سلام علیکم. آره آقا من نگفتم این گوجه ها رو رد کن برن، مونده کپک زده که کیلو دوزرم خواستم بده برن. به روی چشم آقا جواد. آقا جواد، مشهد ایدر تا امروز 1,000,000 پول گرفته. خیلی خوب. دو کامیون هم بار فرستاده. در زم از باغ سید جعفر هم 3 کامیون بار فرستاده. جواد آقا، در مورد کار ما با آقا صحبت کردیم؟ امروز آقا رو میبینم در مورد مشکل شما باش صحبت میکنم. نگران نباش رحیم آقا، انشالله حل میشه. خیلی ممنون، دست شما در نکنم. اونجا باز خسته نباشی. خسته باشی. سلام آقا، چطوری؟ بخوانشم مرمانون. قاسم آقا چهره دیروز دم کردی واسه ما؟ دستت در نکنم، هر چی بودم. سر شما بودم. مرد آقا، این وانت هویج مال امیر و قدرته؟ بله آقا جواد، خود امیرم همینجاست. به امیر بگو فردا صحرا میرم پیشش. چشم آقا جواد. عباس رو ندیدی؟ این روزا خیلی دنبال یللی تللیه، نگرانشم. اصلی اگه اومد جایی نره کارش دارم. چشم آقا جواد، اومد بهش میگم بابات کارت دارم. آج کازم زنگ زد بگو رفته تکیه. خب ما رفتیم. سلامت آقا جواد، خوش اومدی. مشرزا اینجایی؟ اومدم بار سالارخانو بگیرم. چه خبر؟ خبرها که همیشه دست شماست. راستی امشب که یادت نمیره؟ الانش هم در خدمتتی. الان پیشکشه، شب میبینمه. باشه، شب دراز است و قلندر بیدار. یادت نره اون رفیق کریخونت هم حتما برد و بیار. گوش نده. بیا پایین میدم. بیا پایین. سلام. چی شد؟ گفتش تا بعد از اون آمادم. خوبه. میخوام تا میخوام امسال چیزی کم نباشه. سنگ تموم بذاریم. ای خدا بخواد پس امسال ما علم حضرت و تا امامزاده بریم. حیات ما چی دید؟ حیات جواد کم نداره که. درست آسش باید روشون رو کم کنیم. اما نه با جنگ و دعوا. روچش باید با پذیرایی و مهرمونی و نمیدونم مهمونی ها بسیم. درست آسش بفرما. یا الله جان،
یاد ببند. خیالت راحت باشه. راحت نیست، باز حواسمون جمع کار خودمون باشه. نمیخوام مثل پارسال گزک دست کسی بدیم. پارسال هم تقصیر اونا بود. یه سال هم از زمین گیر شده، مادرش هر روز یا در خونه منه یا در خونه جواد، که اگه شما دعواتون نمیشد پسر من به روز نمیافتاد. پارسال واسه هممون سال بعدی بود. سالال خان پارسال بدش، حرف امسال بزن، این مراسم واسه بدون درگیری تموم بشه. هر کی اومد تو حیات قدمش رو چش ما. اگه جواد دار دستش باشن چی؟ ما به کسی کاری نداریم، ما حرف خودمون رو میزنیم. صدق الله العلي العظيم. صلوات خدا درست. سالار خانم چه مشکل نداره، حواست جمع باشه. خوده چه سالار خانم آماده کردم همش میارم خدمتون. بیار ببین.
سلام سلام خواهم. سلام. جریان چی بوده؟ رفته بودیم سر محله. آدمای جواد هم بودن. اومدیم علم یراق بازی کنی که دوتا از آدماشون افتادن رو برومون. اون به گفته جونم دیگره؟ اول اونو شروع کردن. چرا شما سپر و شمشیر و زمین نداشتی خودتونو کنار بکشین؟ جلو این همه آدم بد بود. بذار هرچی دوست داره فکر کنه. ترسیدین؟ آره ترسیدین. از کی؟ از خدا؟ از حسین؟ هم مردمی که اومدن عزاداری کنن و گیره یه مش آدم دیوونه ای مثل شما افتادن. سالار خان گفتن اگه سالار خان یا هیئتش پاشونه بذارن اونور خونش گردن خودشونه. نه ما میریم اون طرف، نه اونا جرأت دارن بیان این طرف. هر کسی خودش. سلام. سلام علیکم. خسته نباشه حسین عبدالله. ترمونده نباشی بابا جون. دیشب بازم بچه های سالار جواد افتادن به جون هم دیگه. از آخر عاقبت این کار میترسم. چند سال الان روز عاشورا شده میدون تسبیح حساباشون. عصری با هر دوشون صحبت کردم. فایده نداره، هر کدومشو گناه میندازه گردن اون یکی. آسید باید یه کاری کرد، میترسم اتفاقی بیفته. من چی کار میتونم بکنم؟ خودشون باید بفهمن، باید بفهمن که بابا روز عاشورا و عزای حسین جای اینجور کارا نیست. جواد میخواد قربونی بده، سالارم افتاده به فکر شام نظری. هر کدومشو هم میخواد تو رو بکشه طرف خودشون. گفتن آسید عبدالله رو هم بیاریم اینجا، بهتره بری باشون صحبت کنی. من جایی نمیرم، کاری هم به کاری هیچ کی ندارم. جای من همینجا کنار این علمه. برای من مردم مهمن که کاری به کاری کسی ندارم. مهمترین فکر من اینه که جون هم دیگه. از آخر عاقبت این کار میترسم. چند سال الان روز عاشورا شده میدون تسبیح حساباشون. عصری با هر دوشون صحبت کردم، فایده نداره، هر کدومشو گناه میندازه گردن اون یکی. آسید باید یه کاری کرد، میترسم اتفاقی بیفته. من چی کار میتونم بکنم؟ خودشون باید بفهمن، باید بفهمن که بابا روز عاشورا و عزای حسین جای اینجور کارا نیست. جواد میخواد قربونی بده، سالارم افتاده به فکر شام نظری. هر کدومشان میخواد تو رو بکشه طرف خودشون. گفتن آسید عبدالله رو هم بیاریم اینجا، بهتره بری باشون صحبت کنی. من جایی نمیرم، کاری هم به کاری هیچ کی ندارم. جای من همینجا کنار این علمه. برای من مردم مهمن که کاری به کاری کسی ندارم. مهمترین فکر من اینه که علمو به امامزاده برسونم. از اون مهمتر اینه که کی اونو ببره. ولی ممکنه دعوای اونا مردمو برای عزاداری دل سرد کنه. مردم نبایتی که گوش دلگرم میشن، نبایه مش برنج دل سرد. خودشون خوب میدونن چی کار. میخوام امسال تو هیئت باشی، نمیخوام مثل پارسال بری خودتو گم و گور کنی پسر. میخوام امسال سنگ تموم بذارم. آره آقا جون، شما که هر سال سنگ تموم میذارید، تو رو خدا بس کنید دیگه. آقا جون شما واسه امام حسین عزاداری میکنی یا واسه مردم؟ بسه دیگه، نمیخواد برام روزه بخونی. سر راه که داری میای به حاج قاسم بگو برنجا رو بفرست سفره خونه. احمد باز این پسر جواد پیدا شد. چی میخواد از جون تو؟ سلام سالار خان.
سلام احمد. چطوری؟ خوبی؟ بریم؟ بریم دیگه، دیرم شد. در شب عاشورا می باشد که امام حسین برها خطاب فرمود: من اصحابی بهتر از اصحاب خودم سراغ ندارم، خانواده‌ای بهتر از خانواده‌ای خودم نمی شناسم. اگر به خاطر بیعتم جان بر راهم رای کرده ای، بیعتم را برداشتم، شما را همان آزاد کردم. اول کسی که اعلام پشتیبانی از امام حسین علیه السلام کرد، وجود مقدس عباس علیه السلام می باشد که ببینیم این بزرگوار در دنیا هیچ کس به اندازه امام حسین علیه السلام برای ما به همونیت ندارد. سلام بشی. سلام. چی میکنم کس نداری؟ نه خیلی همه چیه. جواد خودت خواستی. بازی تازه شروع شده. برو محمد، آره محمد سلام. سلام. الو، سلام علیک، مخلصم. نه حاجی، میدونی که من هر سال این موقع گرفتارم. آره یه هر سال این موقع، آره. خب حالا ببین، توی شلوغی به من زنگ زدی که تو خب فتا سرت، دو تا کامیون گوجه فرنگی مگه چقدر میشه؟ ولش کن بابا، حالا بعدا تماس میگیریم با هم. نه بابا ولش کن، از بس اینجور سیده من زنگ نزن. قربون آجی. توی سید؟ گفتم این پیر سفید بوی که توی این سیاهی شب دل به تنهایی داده. دلم گرفته از شواز، اومدم یک کمی با خودم خلوت کنم. آقا سید، تو که خونت شده پیر مراد، یه دسته میره یه دسته میاد، واسه چی دلت گرفته؟ از فردا میترسم جواد، که بشینیم زانوی غم بغل کنیم و افسوس افسوس سر بدیم. همش مال اینه که علم تو کنت اونو بسپارش فهن و شبا راحت بگی بخواب. امسال علم هیچ جا نمیره جواد، نه خونه تو نه خونه کسی دیگه. حساب گوشت نظریتم با خداست. چی داری بگی سید؟ امامزاده رودبند چی؟ گفتم که هیچ جا. اگه خیلی دوست داری بدونی، فردا شب بیا خونه من. مگه اونجا چه خبره؟ نکنه میخوای علمو تقسیم کنی بین من و سالار؟ وقتی که اومدی خودت میفهمی. یا علی مدد. یا علی مدد. Thank you.
سلام آقا سید. سلامشتی؟ اینجا باز چی نشستی؟ بچه هم مریضه، مرتب غش میکنه، آوردم اینجا انشالله اگه شفا پیدا کرد بشه مرید علم. بگو ببینم دعوا دکترش کردی؟ آه سید از شما چه پنهون، پول نداشتم. خیلی خوب، بغلش کن بیار تو. باشه. خدا عمرت بده. بیا پدر جان، اینم پتو، همینجا استراحت کنی. اگه فکر میکنی سردته یه دور دیگه برات بیارم. خدا عمر عزت تو زیاد کنه، دست درد نکنه. یا علی مدد. خیلی ممنونم. سید شهدا نگهدارتون. بفرمایید. ابوالفضل یارتون باشه. سلام کنم. سلام کنم. آسان عبدالله میخوان فرد شب این رو خونش. همین الان خونش بودن. سیدم همه جا میره و میاد الا هیئت ما. بچه ها نگاه کنین ببینین کی اینجاست. چرا پیاده میری سالار خان؟ چرا پیاده؟ پای مبارک آزرده نشه. آدم تو تاریکی دلش میگیره، بهتره بریم تو روشنایی. آدم وقتی دلش تنگ میشه دنبال سوراخی میگرده تا کسی اونو نبینه. باید مواظب باشی کجا میری، چون ممکنه سوراخ مار باشه. کسی که دل به دریا میزنه از طوفان نمیترسه. هنوزم زبونت این خنجره. خنجری که روبرو میزنه نه پشت سر. خودت میدونی که تو مرام ما نامردی جایی نداره. پس بهتره این درسانم به نوکرات بدی جواد. اگه میزنن مرد باشن. اونی که پارسال احمدو زد، اونی که دیشب رسول بردر یوسف زد، آدم های تو بودن. جواد نمان. پا تو از کفش من بکش بیرون، الان سهم منه. پتی تو کفشت کجا بود؟ اگه الان به کسی میرسه اون منم، نه تو. نزه اون رو سگم بالا بیاد سالار. تو که این اون رو سگیه بالا بیاد چیکار میکنی؟ باش تو نشونت بدم. را بیافت. تو هم میگه چی کار بکنی؟ به به سالار خان، چی عجب این طرف ها؟ سلام آقا سید. سلام، بفرما بری تو. والا مزاحمتون نمیشنم، میدونی اومدم با تو صحبت کنم.
شما سالار خان هیچ وقت مزاحم نیستی. بعدش هم ما شب با هم قرار داشتیم. چطور شد روز؟ راستش طاقت نیاوردم. خیلی خوب. حرفتو بزن. من در خدمتم. برای موضوع علم اومدم. راستش میخوام اجازه بدی علمو ببرم. ببین سالار. بین تو و جواد شکرابه. نمیخوام با سپردن علم به یکی از شماها خدای نکرده حرمت علم از بین بره. بعدشام شما هنوز با هم دیگه سرگرم دعوا و کرکری خوندن هستین. پای اعتقادات مردم رو به اینجور جر و بحثا باز نکنین. دارم میگم بهتون. حرف من و جواد که مال امسال پارسال نیست. از سال 32 تا حالا کش داره. تو درست میگی سالار. ولی به این شدت نبوده. به جوادم گفتم علمو به کسی میسپرم که فکر و ذکرش مردم باشه، عشق باشه. مردم مردم استخونتون پیر شده، مغزت که معیوب نشده. مگه اونایی که با ما اصلا مردم نیستن؟ مگه اونایی که برای امام حسین تو سر صورتشون میکوبن مردم نیستن؟ تازه مردم به ما چه؟ این یه سنته که روز عاشورا علم بیرون بره. بعد این من میبرم. ببین سالار، تا زمانی که افکار تو جواد اینه من اجازه نمیدم علمو بگیرین. یک کلوم ختم کلوم. کدوم افکارا سید؟ حرف خودتو بزن. اینقدر مردم مردم نکن. ما هم داریم به مردم خدمت میکنیم، تو هم حرفایی میزنی ها. واسه همینه که ازت خواستم شب بیای تا ببینی تو این یه وجب جا کی میاد و کی میره. سید من هم دارم خدمت میکنم. تو نمی... ماها خدای نکرده حرمت علم از بین بره. بعدشام شما هنوز با هم دیگه سرگرم دعوا و کرکری خوندن هستین. پای اعتقادات مردم رو به اینجور جر و بحثا باز نکنین. دارم میگم بهتون. حرف من و جواد که مال امسال پارسال نیست. از سال 32 تا حالا کش داره. تو درست میگی سالار. ولی به این شدت نبوده. به جوادم گفتم علمو به کسی میسپرم که فکر و ذکرش مردم باشه، عشق باشه. مردم مردم استخونتون پیر شده، مغزت که معیوب نشده. مگه اونایی که با ما اصلا مردم نیستن؟ مگه اونایی که برای امام حسین تو سر صورتشون میکوبن مردم نیستن؟ تازه مردم به ما چه؟ این یه سنته که روز عاشورا علم بیرون بره. حالا تو بردی، بعد این من میبرم. ببین سالار، تا زمانی که افکار تو جواد اینه من اجازه نمیدم علمو بگیرین. یک کلوم ختم کلوم. کدوم افکارا سید؟ حرف خودتو بزن. اینقدر مردم مردم نکن. ما هم داریم به مردم خدمت میکنیم، تو هم حرفایی میزنی ها. واسه همینه که ازت خواستم شب بیای تا ببینی تو این یه وجب جا کی میاد و کی میره. سید من هم دارم خدمت میکنم. تو نمی کنی لامصب، نمی کنی. تو کدوم مردم میگی؟ اون مردمی که واسه غم و غد داره تیز میکنن، یا اونایی که جلو پات به زانو میفتن، یا این بدبخت ها؟ کدومشون؟ بیا تا نشونت بدم. بیا یا تا نشونت بدم ببین کدومشون که شب تا زود تر پشت رو بالی میزنن. بیا بفرما. نگاه کن، خوب تماشا کن. اینا مردمن. اینو ببین، بچهش مریضه. چرا؟ چون پول دوا و دکتر نداره. اون یکی نگاه کن، گوش خیابون خوابه. چرا؟ چون وسط زمستون صابخونه اساسش ریخته بیرون. اینو ببین، یک هفته است که با زن بچهش سر گرسنه به بالین گذاشته. اینا مردم هم. شما چه کردین برای اینا؟ اون وقت شما دو نفر همش در حال جنگ و جدل و دعوا هستی. اگه نظری میدی به خاطر دل خودت، اگر آب میدی توقع داری گلاب بگیری. اینه مرام تو و جواد. سالار مطمئن باش
اگر تونستی برای این مردم کاری بکنی، صاحب اصلی علم اونو به اهلش می‌سپاره. اون که برگزیده خداوند اکبر است، بد دوش خود سوا نموده پیانبر است، ننمود مصطفی زبرت یک نفس جدا، چون جون عزیز داشت زهرای اطرف، فطرت دوباره گفت مکن در مقام خود، تا روی سود در کف پای مطهرت، هر بالمواضع خرم شیر کردگاه که داری؟ یتو علمو میبریم سیاه‌پوشا. سیاه‌پوشا؟ سالار خانو چیکار میکنی؟ ممکنه درگیری پیش بیاد. سالار خان میخوایی در این صحرای خونخوار، در اینجا شش جوان دارم گرفتار، چرا هر دم کشی سینه افغان، سرگم کردم در این بیابان، ای وای بگو نام پسر ای با سلابت، یکی زیشان به تو دارد شباهت، ای وای بگو نام جوانت ای خوشنفاس، بدو نام جوانم هست ابا، آی صدایت آشنا یاد به گوشم، ولی من هم عزیزم زداغت در خروشم، آی مگر بابم امیر المومنینی، حاجت من دار تو هم گویا علمدار حسینی، ای وای بلی من زر خرید شاهدینم، بلی من هم امیر المومنینم، ای وای غریبم بابا. شبی افتاد اندر سر هوای رزمان کوشش، شبی افتاد میلم گزنم شب خوندون لشکر، رفتم در بره بن سعد دیدم خرم و خندم، رفتم در پی سردار دیدم می کشیدی سر، بگفتم ای سپه باد، بگفتم ای سپه باد روی نمال در جانب میدون، بگفتم ای سپه کش بعد نشین بر گرده سرسر، تو از پیش من از دنبال لشکر جملم در پی، زنیم شب خون امشب بر قیام شاه بحر و بر، عجایب فرصتی باشد اگر بختم شود یاور، زنم شب خون امشب بر قیام شاه بحر و بر. زمان یا شم راحت باشی یا امام حسین، راه سومی وجود نداره، اگرم باشه خفت و خاریه. من کشیدم تا صف کرب و بلا لشکر، علم امسال مال ماست، برید به بچه ها بگید برای فردا آماده باشن.
شده؟ اتفاق افتاده؟ برو ببین تو چه خبره. هنوز کافی نیست. تو رو به خدا سالار خان، بعد من شما انتظار دیگه ای دارن ها. من که دست از پا خطا نکردم تو اینطور با من حرف میزنی. دیگه بس کنی تا بدتر از اینش نشده. به خاطر محرم، به خاطر این مردم، به خاطر حسین. نمیتونم آقای فرامرزی، نمیتونم. اونی که داره بین مرگ و زندگی دست پا میزنه میدونی کیه؟ اون پسر منه، پسر من. تا که میتونم این همه بی حرمتی رو تحمل کنم و دم نزنم؟ شکر کن که پسرم زنده میمونه. سالار خان داریم از اینجا. بایدم به بگم دست گلی رو که آب دادی داره خشک میشه. همیشه میگفتم خدایا شکرت تعریفم نامرد نیست، اما حالا میگم روی تمام نامردای عالم رو سفید کردی. کردون نوچه ها تو بذاری تو تاریکی خنجرشو بزنه تو پشتم. همه بدونن اونی که زیر علمش سینه میزنن یه آدم ترسوه. شهامت اینو نداره که مثل یه مرد رو در رو چشم تو چشم حریفش بدوزه. اگه یک کلمه دیگه حرف بزنی هر چی دیدی از چشم خودت دیدی. بزن حرفشو بزنه. اگه یه تار مو از سر اون پسر کم بشه روزگارتو سیاه میکنم. اینو بهت قول میدم. هر چی خواستی گفتی، بس شامت داشت باش حرفای منم گوش کن. فردا تکلیف الانو روشن میکنم. بچه
بچه‌ها امسال چیزی گیرمون نیومده این بابا به خاطر مخارج تکیه و عزاداری نشد به دوستا چیزی بدی این مهمه سلام بابام هست؟ بابا بارون بود رفت کاری داری؟ بگو اومدم بهش بگم که امروز نوچه های سالارخان جلو منو گرفتن خب اگه سالارخان نرسیده بود الان معلوم نبود چه بلایی سر من میومد اگه میترسی برو خونه بیرون نیا ببین به بابام بگو که فریدون رفت بیمارستان کنار تخت احمد اینقدر اونجا میشینم تا خوب بشه بهش بگو دیگه فریدون تو اون خونه نمیاد صبر کن صبر کن فریدون فریدون نرو خیلی من عذیت بچه ها چه خبر سلام سلام بفرمایید سلام پسر سلام امروز چطوری بهتری خوبم ممنون چرا بابام نیومد نتونست بیاد راستش دوست نداره تو رو تخت ببینه این مهمه سلام سلام بابام هست بابا بارون بود رفت کاری داری بگو اومدم بهش بگم که امروز نوچه های سالارخان جلو منو گرفتن خب اگه سالارخان نرسیده بود الان معلوم نبود چه بلایی سر من میومد اگه میترسی برو خونه بیرون نیا ببین به بابام بگو که فریدون رفت بیمارستان کنار تخت احمد اینقدر اونجا میشینم تا خوب بشه بهش بگو دیگه فریدون تو اون خونه نمیاد صبر کن صبر کن فریدون فریدون نرو زیاد تو بچه ها چه خبر؟ والله این سر دارم نه گرفتار کار خود سلام 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 بفرمایید سلام سلام امروز چطوری؟ بهتری؟ خوبم ممنون چرا بابام نیومد؟ نتونست بیاد راستش دوست نداره تو رو تخت ببینه میگه دعوای من و جواد این بلا رو سر پسرم آورده مهم نیست مرخص بشم میرم خونهش بهش میگم دست خوش پسرم گذشته ها گذشته دیگه نمیخواد اینقدر خودتو اذیت کنی دیشب بابا میخواست بیاد اینجا ولی احمد گفت نمیخواد بیاد بابات گفت باز کنارم باشی میخوام شونه به شونه من علمو ببریم امامزاده این شونه از علم آسید عبدالله گرفتم بذار گردنت بده بابا اون بیشتر احتیاج داره
میخوام بگم منم مثل فریدون پسرتم. حق داری جواد دوا. ولی میخوام بیستم رو در رو با شرف بزنم. نه اینطوری. سلام علیکم. سلام. به به احمد چقدر طرفدار پیدا کردی. فکر کنه اطراف مریض خلوت کنه. فریدون. شما برین خونه. من اینجا میمونم. امکان نداره. من میخوام پیش احمد بمونم. خسته میشیم. کسی پیش آقا احمد خسته نمیشه. احمد. کاری نداری؟ نه ممنون. شما برین. خداحافظ. خداحافظ. فردا میام با خودم ببرم اتهیت. باشه. خداحافظ. 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 سلام آقای سلام شما عزیز احوال شما ممنون. اتفاقا داشتم میومدم طرف خدمتتونم خیر ان شاء الله بفرمایید بسم الله خدا به خیر کنه انسان آقای فرمانزی ان شاء الله خدا کرد سلام حسید عبدالله سلام آقای فرمانزی سلام از اینجا جون تو هیئت آقای جواد بودم جواد میگو قرار بیاد علمو ببره وا ویلا وا ویلا حالا کار اینا به جایی رسیده که با مقدسات مردم بازی میکنن باز یه کاری کرد انگار واقعا شمشیرها رو از رو بستن خدایا چه بلایی بود سر ما من پناه میبرم به تو چیه جواد؟ با یال و کوپال اومدی؟ دیگه اومدیم علمو ببریم مگه سالار و هیئتش مرده که تو علمو ببری؟ جوادم زنده است علمو میخواین؟ بریم بردارین اگه این مردم گذاشتن ببرین با چند نفرشون میخواین به جنگین؟ تا کجا میخواین پیش برین؟ تا اونجا که شونه علم تو کاسم و تکش به دیوار هیئت هم باشه چه قیمتی؟ همون قیمتی که تو رسیدی آسد عبدالله مگه تو کی هستی؟ کی میگه علم تو خونه ای تو جاشم نه اگه اینم دور برتن واسه خاطر علمه اگه علم نباشه فاتحت خونده است شماها شرم حیا رو جر دادین ریختین دور نه از موی سپید من خجالت میکشین نه حرمت این مردم رو دارین آسد عبدالله به حرمت قدمت میگم
سید خودتو بکش کنار، بذار زندگیمونو بکنی. تو که میدونی من هر کاری رو بگم میکنم انجام میدم. علمو میخواین؟ برین ببرین، برین. اگه میتونی بیا جلو. تو برمیگردی. سلام آقا جون. خیلی نوکرد، خیلی کمکم کردی، خیلی پشت و پناهم بودی. امشب اومدم عاجزانه بازم ازت کمک بگیرم. آقا جون خودت خوب میدونی که این جواد و سالار سالهای سال با هم اختلاف دارن. حالا ما افتادیم وسط، میخواییم این رو دست به دست هم بدیم. آقا جون اومدم قسمت، اومدم به جون مادر فاطمه قسمت. دلم میخواد علمت که بلند کردی وسط میدون روسیا نشم. آقا جون دلم میخواد وقتی عاشورای حسین تموم شد جواد و سالار دست بندازن گردن هم یا علی مدد برادر بشن. آجو خیلی نو کرد، آجو به دادم برس، آجو اون کرد. سلام علیکم. سلام علیکم. حال شما شد؟ بفرمایید. شما بفرمایید. 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 بفرمایید لطفاً. بفرمایید. بفرمایید. این خوش آمدید. لطف کردید شما. ممنون. بفرمایید. خدمتتون. خواهش می‌کنم. بفرمایید. لطف کردید متشکرم. خیلی ممنون. ممنون دست شما دادن. والله غرض از اینکه مزاحمتون شدیم امسال سالار خان و جوادم دعواشون به اوج خودش رسیده، تصمیم گرفتن به خاطر علم خون و خون ریزی را بندازن. بنابراین فکر میکنیم تنها کسی که میتونه این قائله رو بخوابونه فقط شما هستین آقا. عنایت الله خان اجازه ندید خون آدمای بیگناه ریخته بشه. متاسفانه هنوز روز عاشورا نرسیده، یکی دو فقره چاقو کشی هم اتفاق افتاده. دار و دستی جواد زدن پسر سالار خانو خونین و مالین کردن. الان هم تو بیمارستان و حالش هم خوب نیست. متاسفانه همیشه بودند کسانی که از فلسفه عاشورا نتیجه معکوس گرفتن. آقایون من خیلی دوست ندارم در این گونه امور دخالت بکنم، ولی حالا که این قضیه تا این حد هات شده، چشم، نهایت سعی و تلاشم رو میکنم، شاید انشالله بتونم این قائله رو تمومش بکنم. انشالله. بفرمایید مشغول بشید. بفرمایید. سید ممنون. دست شما در
چی شده؟ چرا اینجا نشستی؟ چرا نرفتی هیئت؟ بیا اینجا. نمیتونم. دیشبم که خونه نیومدی. از احمد چه خبر؟ الان دارم از بیمارستان میام. دکتر گفته حالش خوبه. 3-4 روز دیگه میتونه بیاد خونه. سالار خان، بیا بریم خونه. طاقت جای خالیشو ندارم. تا خوب نشه نمیام. دیشب رفتم خونه آسید عبدالله. چند تا شمع روشن کردم و یه شال علم گرفتم. نذر کردم اگه احمد خوب شد یه گوسفند قربونی کنیم بدیم به اونایی که تو خونه آسید عبدالله میخوابن. یا جد آسید عبدالله، یا صاحب من. آسید عبدالله گفت امشب میان هیئت، خوب نیست مهموناتو تنها بذاری. سلام، بیا بریم خونه. عباس به بچه ها رو تعطیل کنم بریم خونه. کاش سلام خان. دلت روشن سالار خان. میگم حیف نیست این جماعت حسینی رو با آتش کینه بدتر آتششون بزنیم. هیئت اونا چه کارهایی که ما مانده جواد باید بهش فرصت داد. بفهم امر دیگه نیست آقا. دست شما درد نکنه سالار خان. بفرمه چه آقا. من سالار خان، با اطلاع شدم که شما و جواد آقا ظاهراً امسال هم تصمیم دارید کارهای سال گذشتتون رو تکرار میکنید. از مرد درستکار و محترمی مثل شما این گونه اعمال بعیده، واقعا بعیده. بالاخره این کارها کی باید تمام بشه؟ حضرت عالی خوب خبر دارین که ما نه حرفی زدیم نه عمل خلافی علیه کسی انجام دادیم. نظر ما اینه که هیئت ما امسال علم رو تا امامزاده ببره. خوب جماعت ما مثل شما همین حرف رو داره میزنه، اونم همین رو میخواد. ولی امسال برای اینکه این اعمال تموم بشه تمام دستجات باید پشت علم حرکت بکنند، علم رو به امامزاده ببرند، این ماجره ها رو تمومش بکنند. پا
پارسال شما تشریف داشتید، با چشم خودتون دیدید که هیئت اونا چه کارهایی که با ما نکرد. متاسفانه اختلافات شما به امسال و سال گذشته محدود نمیشه. شعره این اختلاف از سال 1332 به این طرف همچنان داره زبانه میکشه. برای امسال باید تموم بشه. حتی اگر مجبور بشم خودم شخصا کاسه میبندم و علم رو به امامزاده میبرم. امیر به بچه ها بگو آماده باشن. چشم. هرچی حواسمون جمع باشه بهتره. سلام علیکم حاجی. چاکرم. اینطوری قضاوت نکن حاجی. اونا ما رو وادار میکنن که مثل گذشته قمه ها رو شمشه رو باریم زیر چادرا. آره دیگه، حاجی اگه ما نتونیم بزنیم اونا میزنن. ببین حاجی، موضوع علم آبروی ماست. اگه نتونیم ما امسال علمو بیاریم تو تکیه. آره دیگه حاجی، اگه امسال نتونیم اونو بیاریم تو تکیه خودمون، یعنی توفه سربالاست. نه دیگه حاجی. خب باش حاجی، من بازم باهات تماس میگیرم. دوستش یه سرد شما بیا. قربون حاجی. یا علی بابا 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 تیز به پر یه سرگوش یاب بده ببینیم اون وره بازار چه خبره. چشم آقا جواد رو چشم دست تازه سید شهدا نگهدارتون. بفرمایید. سلام. سلام علیکم. خوش آمدید. ممنون. دست شما درد نکنه. بفرمایید. زحمت کشید. متشکرم. باشه. خداحافظ شما. بله ظاهرا این سالار خان و جواد هم با اون وعده هایی که دادن حرفای شما اعتنا نکردن. باز برای همدیگه شاخشونه نشون میدن، سفارایی کردن، اعتنایی ندارن، کار خودشونو میکنن.
برای سلامتی آقا امام زمان صلواتی بفرست. آقایون همه اطلاع دارند که متاسفانه سالهای سال است که به خاطر اینکه علم عباس بعد از مراسم عاشورا در کجا قرار گرفته باشه شاهد حرف و حدیث و درگیری های بودیم. این درگیری ها متاسفانه تا به امروز همچنان باقی بوده و ظاهراً یک عده‌ای نمیخوان این مطلب رو به دست فراموشی بسپرند. آقایون به اصل ماجرا بپردازیم، بریم به دنبال مرام حسین، بریم به دنبال هدف آقای ما حسین. یک علم که چیز مهمی نیست و متاسفانه در طول تاریخ اون کسانی که دشمن این مملکت بودند، اون کسانی که دشمن این سرزمین و این مردم بودند، از این گونه درگیری ها بهره برداری کردند. چه فرقی میکنه که این علم در تکیه من باشه یا در تکیه شما باشه یا در تکیه ایشون باشه؟ هدف چیز دیگری است. و متاسفانه من شنیدم که امسال این درگیری داره به جاهای باریک کشیده میشه. حتی شنیدم که بعضی ها شمشیر و چاقو و قداره و این گونه چیزها رو زیر عباشون پنهان کردن، زیر قباشون پنهان کردن که در ساعت موعود از اون قمه استفاده بکنن به خون و خون روزی به راه بیندازند. این دور از فرهنگ اسلامی. برای سلامتی آقا امام زمان صلواتی بفرست. آقایون همه اطلاع دارند که متاسفانه سالهای سال است که به خاطر اینکه علم عباس بعد از مراسم عاشورا در کجا قرار گرفته باشه شاهد حرف و حدیث و درگیری های بودیم. این درگیری ها متاسفانه تا به امروز همچنان باقی بوده و ظاهراً یک عده‌ای نمیخوان این مطلب رو به دست فراموشی بسپرند. آقایون به اصل ماجرا بپردازیم، بریم به دنبال مرام حسین، بریم به دنبال هدف آقای ما حسین. یک علم که چیز مهمی نیست و متاسفانه در طول تاریخ اون کسانی که دشمن این مملکت بودند، اون کسانی که دشمن این سرزمین و این مردم بودند، از این گونه درگیری ها بهره برداری کردند. چه فرقی میکنه که این علم در تکیه من باشه یا در تکیه شما باشه یا در تکیه ایشون باشه؟ هدف چیز دیگری است.
و متاسفانه من شنیدم که امسال این درگیری داره به جاهای باریک کشیده میشه. حتی شنیدم که بعضی ها شمشیر و چاقو و قداره و این گونه چیزها رو زیر عباشون پنهان کردن، زیر قباشون پنهان کردن که در ساعت موعود از اون قمه استفاده بکنن، به خون و خونریزی به راه بیندازند. این دور از فرهنگ اسلام، این به دور از فرهنگ تشیع هست. خیال نداشتم در این ماجرا دخالتی داشته باشم، ولی الان احساس میکنم که نمیتونم بی تفاوت باشم. بنابراین فردا بعد از مراسم عزاداری خودم شخصا کاسه میبندم و علم رو به امامزاده رودبند میبرم. کسانی که بخوان علم رو از من بگیرند باید از روی جنازه من بگذرند و جواب این مردم بدهند. من فردا در امامزاده هستم، امیدوارم اونجا شاهد این ماجرا باشم که همه شما با صفا و صمیمیت و یکرنگی در زیر علم به عزاداری مشغول باشید و برای همیشه این ماجرا رو فراموش بکنید انشاءالله. خدایا بعد یوم تو سری بردن میخواستیم سری تو سره بردیم. خدایا مولایش یه باسه گذشته دیگه گذشته، هممون مقصر بودیم، منتها هر کدومون به یه نوعی. دلم میخواد روز عاشورا هر دوتاتون تلافی کنیم. بلند شو سالار خان. بسم الله. جون آقا سالار اگه بذارم بذار نشون بدم که شهامت دارم. جون آقا سالار اگه بذارم پایدار بشی. تقصیر منه، من بد کردم. شما بزرگ بودی و بزرگوار. نگه داره دوشه آقا سالار، تلافی پسرت هم خودم در میارم. شرمندتم. خیلی خوب، حالا دیگه بفرمایید سر سفره. بسم الله. بفرمایید. یه صلوات محمدی هم بفرستین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. مثل این که عباس یادش رفتی باید دنباله اصلا بهتر خودمون بریم. آره عباس اومد؟ نه نه آقای دکتره. سلام آقای دکتر، خسته نباشید. آره شما مریض ما چطوره؟ حالا خوبه؟ بهترم. میشناسی؟ بله شما جراح هم بودی. بله آفرین. حالا چطوره؟ بهتری دیگه؟ بداره شد بهتر. دردی چیزی که نداری؟ نه نه زیاد. پس چرا لباسات عوض شده؟ میخوای بری؟ بله حسین هم سر رفته از دکتر. باش البته اینجا این همکار ما نوشته که مشکلی نداریم، گزارششو خوب نوشته، تیپ آرت هم طبیعیه، خورد خوراک هم خوب میخوری. بله خب بلی مهمتر از اینا احمد جون یه مسئله هست، عملی که کردی، عملی لابراتومی، بخاطر اینکه چند نقطه از بدن سوراخ شد بود ما مجبورم که شدیم از اینجا تا اینجا جر بدیم شکمتون. اینه که باز بیشتر مواظب باشی چیز سنگی بر نداری و جایی که فشار توشه نداری، ولی دوباره همدیگه رو همینجا میبینیم شکمت باز میشه. اگه قول میدی بتونی رعایت کنی من پرونده مرخصی تو مینویسم. حالا میخوای بری بیرون پلو بابا؟ بله امروز میخوام برم. اصلا جریانتون شنیدم، خیلی متاسف شدم. پدرها می جنگند و پسر تاون میده. ایداد میده. ولی خب مهم نیست. میگذر. بای پیش میاد. پس من اینجا
Oh,
داری؟ حالا نه جلو بینیش باشه احسن باید بختم بگیری براش خدایا شکر مشکل حل شد ناراحت نباش ناراحت نباش بگیم به اون خواهرمون هم فکر مشکلی نیست خانم آروم باش آروم باش خواهرم آروم باش یا ملفت ببینو تو رو خدا برم هم چی شد تو رو خدا یا ملفت زداشم الحمدلله خوب